أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وإذا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق الله العظيم خدمت بینندگان نهایت عزیز و گرامی خواهر و برادر صائمین و قائمین ماه مبارک رمضان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات امیدوارم این درجه ای که هستید الله سبحانه و تعالی در تمام امورات زندگی دنیا و آخرتتان شما را موفق و مؤید و کامیاب و سرفراز و سربلند داشته باشه و از گزند روزگار در حفظ و امان الله سبحانه و تعالی قرار داشته باشید و الله همه طاعات و عبادات به بندگی ما و شما را در درگاهش مورد قبول عنایت بفرماید. بازم شما را خوش آمدید میگوییم در سلسله برنامه های ماه مبارک رمضان و یا درس های ماه مبارک رمضان. بحث امروزی ما در مورد صدقه فطر هست یا بهمون صدقه فطر روزه که برش میگن بعضی ها. بعضی رو صدقه فطر میگن، بعضی فطر روزه میگن، بعضی سرسایه روزه میگن، به هر کدامش که شما آشنایی دارید. یکی از جمله موضوعات مهم ماه مبارک رمضان همین قضیه هست. اکمال روزه انسان مؤمن و یا پاکی روزه انسان مؤمن وابستگی با این صدقه فطر داره. یعنی این موضوعی بسیار مهمی است. شاید ممکن خیلی از برادران و خواهران عزیز ما این قضیه رو نادیده بگیرن. در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکید کرده روی قضیه که انسان مؤمنی که روزه میگیرد پایبند با اصول و قوانین دین هست، روزه ماه مبارک رمضان درست میگیرد، در اخیر ماه مبارک رمضان این صدقه فطر را ادا میکند. خب ببینید در اسلام انواع مختلف از صدقه چند نوع است. یکی صدقه فرضی است که زکات است. برای زکات هم در قرآن به نام صدقه یاد شده. الله سبحانه و تعالی می فرماید خذ من اموالهم صدقتا فطهرهم و تزکیهم و تصلی علیهم. بگیر از اینها صدقه اینها. خذ من اموالهم، بگیرید از مال اینها صدقتا، صدقه را یعنی زکات را از مال اینها بگیرید. از نظر اسلام دولت اسلامی مأمور و موظف است. یکی از جمله زیربناهای اقتصاد یا اکمال دولت از نظر اقتصادی، یکی از راههایش از نظر اسلام همین بحث زکات است که باید مردم مأمورن زکاتشان را به دولت اسلامی بپردازن. منظورم از دولت اسلامی کسی برداشت نکنه، چون داعش را به نام دولت اسلامی یاد میکنن، میگن دولت اسلامی. منظورم همون حکومت اسلامی است که بر اساس و مبنایش اسلام هست، اون چیزی که دین گفته قابل تطبیقه، نه این که هر کسی هر برداشتی داره به نام دین را تطبیق بکنه. بنابراین یک نوعی از صدقه که بزرگترین نوعیش است و فرض است این قضیه، همون زکات است. زکات فرض است، مثل روزه، مثل زکات، مثل حج، مثل به اصطلاح نماز. اینا جمله فرضیاته. و مسئله دوم، یعنی در زکات تفاوتش است که کسی بخواه و نخواه نیست، باید بپرداز انسان مؤمن و مسلمان. و یه هم نوعی از صدقاتی است که اسلام رو بیان کرده. نوع دومش واجب است که همین صدقه فطره. عده‌ای از فقها صدقه فطر را سنت می‌دانند، عده‌ای دیگر او را واجب می‌دانند، لازمی می‌دانند که بعد انسان مسلمان بپردازد این صدقه فطر را. و نوع سومش همون صدقات نفلیه هست که کاملا یک انسان مسلمان اختیار داره بر رضایت خودش و اختیار خودش برای اقربا، خویشاوندان، دوستان، برای فقرا، مساکین، مستضعفان کمک می‌کنه. این سنو از نوع انواع صدقه است: صدقه فرض، زکات، نفل، به اصطلاح چیزی که اختیاری است، هرچی در توان انسانه. الله انسان مسئول و مکلف به توانش ساخته، اون چی که از توانش بیشتر باشه مسئولیت نداره. و نوعی سومیش همون واجب است، یعنی فرض، واجب، نفل. صدقه فطر از جمله صدقه واجبات است به نظر بسیار از دانشمندان اسلامی عزیز و فقهای کرام ما. این که چی وقت این صدقه پرداخته میشه، وقتی صدقه چی زمان است؟ پیش از نماز عید، یعنی پیش از اینکه شما نماز عید را ادا بکنید، بهتر است که همون شب عید یا همون صبح عید پیش از نماز عید این صدقه را باید بپردازید. خب اگر کسی در طول ماه مبارک رمضان هم پرداخت، بازم برایش درست است، یعنی از گردنش ادا میشه. اما اگر نماز عید خوانده شد این صدقه را پرداخت، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این
صدقه فطر نیست بلکه یک صدقه نفلی برای انسان محسوب میشه. وقت این در جریان ماه مبارک رمضان به خصوص بهترین وقتش همون یک روز دو روزی که به عید میماند تا قبل از ادای نماز عید، این بهترین وقت است که باید صدقه فطر پرداخته بشه و حکمه به اصطلاح به خاطر ای پرداخته بشه. در این وقتی اگر فقیری میخواه برای خود تهیه بگیره، آمادگی بگیره برای عید، مثلا کسی لباس نو تهیه میکنه یا کسی برایش به اصطلاح شیرینی عید تهیه میکنه، هر چی که میخواه در توانش از به اصطلاح او را آماده بکنه به عید به دردش بخوره. مسئله دیگر مسئله اجر و پاداش این صدقه است. این هم از جمله صدقاتی است که بی‌نهایت اجر و پاداش زیادی دارد در نزد الله سبحانه و تعالی. و یادتان باشه که از صدقه دادن نترسید، حالا چی فرضی باشه، چی نفلی باشه، چی واجب باشه، هر کدامش که باشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از جمله مواردی که پیامبر میگه والذی نفس محمد بیدی ما نقص مال عبد من صدقه، قسم به او پروردگاری که نفس محمد یعنی جان من محمد در ید بلاکیف اوست، قسم است که میگم مال بنده مؤمن از صدقه دادن کم نمیشه. حالا این صدقه زکات باشه، حتی قرآن میگه یکی از راه‌های افزایش ثروت زکات دادنه و ما آتیتم من زکات، اون چی که شما از زکات مالتان میدهید تریدون وجه الله، به دادن این زکات فقط اراده رضایت الله سبحانه و تعالی را دارید، فاولائک هم المضعفون. چند چیز الله در قرآن گفته در ثروت افزایش پیدا، یکی دادن زکات مختص و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولائک هم المضعفون. خیلی از عزیزان ما در ماه مبارک رمضان زکاتشان رو میدن، پس تلاش بکنید زکاتتان رو درست بدهید، خوب بپردازید، هنوز مقداری هم به خاطر اطمینانتان اضافه بپردازید، این بهتر احسن تره. یکی از راه‌های افزایش ثروت انسان زکات دادنه، نترسید از دادن زکات، الله خیر و برکت درش ایجاد میکنه. و دادن این زکات چند تا فایده داره، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، مالتان رو پاکیزه میکنه، تزکیه میکنه. اگر احیانا در اثنای تجارت کدام خلل پیش آمده باشه، از پیشتان دروغ اشتباهی گفته شده باشه یا یک خیانت کوچک شده باشه، امید است که الله به وسیله این زکات او را پاکیزه بده. و دومین چیزی که الله میگه ثروتتان افزوده میکنه صدقه است، مطلق صدقه. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه، حتی الله میگه 700 برابر پاداش میده در برابر این. و رسول الله قسم یاد کرده گفته من ضمانت میکنم، تضمین میکنم که مال شما کم نمیشه. این خیلی مهمه. و سومش حتی دادن قرض، در قرآن گفته اگر کسی قرض برای برادر و خواهر مسلمانش قرض حسنه میده، الله در ثروتش اضافه میکنه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره، یعنی دادن زکات، صدقه، دادن قرض برای برادر و خواهر مسلمان و تلاش به کوشش انسان در راه تجارت و صداقت و راستیش، اینها عامل رشد اقتصاد یک انسان مؤمن و مسلمان است. پس نترسید، زکاتتان هم بدهید، صدقه فطرتان هم بپردازید و صدقات نفلی هم داشته باشید. اینها ثروت معنوی است. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، آنچه که مقدم از خودتان در راه الله مصرف میکنید او را روز قیامت میابید، او در نزد الله محفوظه. و وجد معامل حاضر، روز قیامت مکمل پیش رویتان حاضر میشه و شما او را در میابید. پس انسان مؤمنی که روزه میگیرد هم متعهد است به روزه، هم متعهد است که زکاتش رو میپردازه و دادن زکات در ماه مبارک رمضان اجر و پاداش بی‌نهایت زیادی داره، چون یک فرض در رمضان معادل 70 فرض محسوب میشه، نفل در رمضان معادل فرض پاداش داده میشه برای انسان مؤمن. اول از کوشش کنه که در رمضان هم صدقات نفلیه، هم صدقات جاریه، زکات، صدقه فطر فقرا را محروم نسازید. و این که مقدار صدقه فطر چقدر است و برای چی کسان داده می شود و از چی چیز ما باید صدقه فطر بدهیم و وقتش چی زمان باید او را بپردازیم، بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و خدمت شما عزیزان دل پس دوباره او را توضیح می‌دهیم. بازم خوش آمدید در ادامه برنامه بینندگان نهایت عزیز و گرامی، خواهران و برادران بسیار عزیز ما. بحث ما در مورد صدقه فطر و انواع صدقه در ماه مبارک رمضان. یکی از جمله صدقات لازمی، ضروری، وجوب حتی
عده از علما و فقها را واجب میدانن بحث صدقه فطر است. مثلا اینکه مقدار صدقه فطر چی اندازه باشه و از چی مواردی ما میتونیم مثلا چی مواد را میتونیم این حیث صدقه فطر بپردازیم خدمتتان بیان میشه. یکی صدقه فطر است، یعنی فطر روزه است، یکی فدیه روزه است، یکی کفاره روزه، یکی قضایی روزه. این چهار تا از هم متفاوتن، این رو با هم مخلوط نکنیم. بسیار از ما و شما فطر رو به اصطلاح فدیه میگه، فدیه رو هم فطر میگه. فطر روزه یعنی صدقه فطر در تمام ماه مبارک رمضان، وقتی کسی روزه میگیره در اخیر رمضان یک دفعه پرداخته میشه و مقدارش اندازه مثلا 2 کیلو گندم یا خرما یا کشمش، چون اینها موادی بود که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم از این پرداخته میشد. و این که ما باید خود این گندم رو بپردازیم یا مثلا خود خرما رو بپردازیم برای فقیر یا برای مسکین یا به اصطلاح کشمش رو بپردازیم بهتر است یا قیمتشه، جمهور فقها به این نظرن که اگر خود مواد پرداخته بشه اجر پاداشش بیشتره. اما احناف این نظریه هستند که اگر قیمتش هم داده بشه برای فقرا کفایت میکنه. پس فطر روزه یعنی صدقه فطر در اخیر ماه مبارک رمضان از جای فی نفره، خرد بزرگ، زن مرد، پیر جوان، حتی طفلی هم که در همون شب عید به اصطلاح تولد میشه برایش صدقه فطر است، بهتر است که باید پرداخته بشه. اگر در جریان ماه مبارک رمضان طفلک به دنیا میاد که اگر کسی توانایی و قدرتش داشته باشه لازمی ضروری است که باید بپردازه. پس از جای هر فردی اندازه 2 کیلو گندم یا قیمت 2 کیلو گندم. در اون زمان ها پیمانه بوده، نصف سا میگفتن، سای اونها رو امروز فقها میگن که ممکن به اصطلاح 1 سا 4 کیلو بوده باشه، اما این شرط نیست که حتما شما فقط همون 2 کیلو ره. اگر کسی بیشتر از 2 کیلو رو میپردازه بیشتر قیمتش مد نظر میگیره میپردازه، که این بهتر است، اجر و پاداش بیشتر میگیره و به اصطلاح زیادتر کسب میکنه. پس صدقه فطر در اخیر رمضان از جای هر فرد خانواده، خرد بزرگ، زن مرد، به اصطلاح محاسبه میشه، از جای هر فردی 2 کیلو گندم یا کشمش یا خرما یا قیمتی. در شرایط امروزی ما شما میبینید که قیمتی کشمش و خرما و گندم خیلی متفاوت از هم دیگر. به اصطلاح ممکن قیمت 2 کیلو خرما شاید به اصطلاح 5 کیلو گندم باشه یا 6 کیلو گندم رو قیمتش بشه، یا مثلا قیمت 2 کیلو کشمش ممکن 8 کیلو گندم بشه. ولی در اون زمان قیمت کشمش و گندم و به اصطلاح خرما و اینا چیزی بوده که تفاوتی از هم نداشت، فراوانی زیادتر بوده. بنابراین اگر کسی امروز تواناییش داشته باشه، هدفی نیست که اگر کسی تواناییش داشته باشه بهتر است که قیمت 2 کیلو کشمش رو بپردازه یا 2 کیلو کشمش یا 2 کیلو خرما رو بپردازه برای مردم. اگر تواناییش به اصطلاح ضعیف‌تر است، همون گندم رو هم که بپردازه، این صدقه فطر ادا میشه. گفتین تفاوت بین صدقه و فدیه. فدیه یه روزه که است از جای هر روزی روزه. یک کسی مثلا شیخ فانیس روزه گرفته نمیتونه، 30 روزی رمضان، در اخیر رمضان او باید 60 کیلو گندم بپردازه یا 60 کیلو خرما یا 60 کیلو کشمش باید بپردازه، معادل هر روز روزش 2 کیلو میشه. اما صدقه فطر در تمام رمضان از جای یک فرد 2 کیلو است که در اخیر رمضان میپردازه. کفاره باز متفاوت تره، چون یکی فطره، یکی فدیه، یکی کفاره. کفاره که است یا باید 2 ماه پی در پی روزه بگیره، اگر کسی یک روز روزه را قصدن خورده برش کفاره لازم میشه، واجب میشه. اگر کسی شیخ فانی بوده روزه گرفته نتونسته، برش فدیه است، یا بنابر مشکلات مریض بوده برش فدیه است، مریضی تداوم یعنی مریضی که تا آخر عمر مریض است و مریضیش علاج نداره، برای اینها فدیه است. برای کسی که به اصطلاح روزه رو گرفته منظم در آخر رمضان فطر است. پس کفاره روزه 2 ماه پی در پی روزه گرفتن یا 60 مسکین تام دادن. فدیه روزه معادل هر روز روزه 2 کیلو گندم یا کشمش یا خرما یا قیمتی رو برای فقرا تقدیم بکنه. فطر روزه در اخیر رمضان از جای هر فرد خانواده، کوچک و بزرگ، هر کسی که باشه، از جای زو به اصطلاح شما 2 کیلو گندم یا 2 کیلو خرما یا کشمش یا قیمت اینها را برای فقرا میپردازید و توزیع میکنید. خب این مقدارش شد. اگر کسی توانایش داشته باشه بیشتر بپردازه، اجرش بیشتر است. مسئله دوم، برای چی کسای ما باید اینو بپردازیم؟ این فطر روزه ما را برای چی کسایی بده؟
برای کسایی که شما زکات رو برای اونها میدهید، مثل که زکات رو برای کسایی که قرآن معرفی کرده در سوره توبه گفته انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. برای چند سنفیر که الله در اینجا معرفی کرده، مثل که زکات برای فقیر است، صدقه فطر هم برای فقیر است. زکات برای مسکین و بیچاره است، صدقه فطر هم برای مسکین و بیچاره. زکات برای کسی که در راه الله تلاش میکنه برای است، به اصطلاح صدقه فطر هم برایش جواز داره. هدف اینجاست که صدقه فطرتان برای کسایی که زکات دادن جواز نداره، از دو جهت. یکی از جهتی که منسوبه به شماستن، جزء فامیل شماستن، جواز نداره دادن زکات بونها. یکی که غنی هستن، ثروتمندن، زکات بونها جواز نداره. عین قضیه صدقه فطر هم همون ترتیب است، برای فقرا، مساکین، مستضعفین و برای بیچارگان است. و حکمت این صدقه فطر چیست؟ ببینید هر عبادتی در اسلام یک حکمتی در اون نهفته است. مثلا الله سبحانه و تعالی میگه که نماز بخونید. این نماز یک حکمتی است که برای انسان صحتمندی است، تقریبا یک ورزش است که شبانه روز انسان مؤمن انجام میده. جهتی دیگرش معنویات برای انسان مؤمن، اطاعت از امر الله است، به جا آوردن فرمان الهی است. جهتی دیگر این نماز را اگر ببینید وسیله برای بخشش گناهان است. وقتی انسان سر به سجده میگذاره چقدر برای انسان به اصطلاح در جوین انسان مفید واقع میشه، برای انسان استراحت یا راحتی پیش میآید. این حکمتی نمازه. حکمتی زکات دفع فقر از جامعه هست، بر چیدن فقر از جامعه هست، یک حکمتیش. حکمتی دیگر پاک شدن مال انسان است، حکمتی دیگر افسودن در ثروت انسان. این حکمتیش است. حکمت حج چیست؟ حکمت حج زیر پا کردن کبر و غرور و خودستایی هست. وقتی شما میرید دور خانه کعبه طواف میکنید، برقرار کردن راز و نیاز با الله هست، وسیله بخشش گناه انسان است. و خط تبعیض کشیدن روی نجات و قوم و رنگ و بو هست، چون همه میرید در اونجا سر تا سر دنیا مسلمان ها جمع میشه، همه با هم بدون کدام تبعیض و بدون کدام برتری خواهی و بدون کدام به اصطلاح خودخواهی، همه شما در اونجا در یک صف واحد با یک شعار واحد با یک لباس واحد افعالتان انجام میدید. حکمتی مثلا روزه صحتمندی است، حکمتی صدقه فطر چیست؟ مثال حکمت روز تنها صحتمندی نیست، آگاهی از دل فقرا هست، تعاون به همکاری است، ایجاد وحدت است، ایجاد مهر و محبت است، ایجاد صحتمندی است. در هر کدام اینها یک ارتباط با رمضان داره، درک حال فقرا و مساکین. حکمتی صدقه فطر چیست؟ حکمت صدقه فطر پاک شدن روزه ما است. امکان نداره که ما روزه دار باشیم، یا از پیش ما دروغ گفته نشه، یا یک خیانتی سر نزنه، یا یک کوتاهی سر نزنه، یا غیبتی نشه. حتما از پیش انسان مؤمن یک لغزش و خطایی سر میزنه. بنابراین این صدقه فطر به خاطر پاک شدن نقض و نواقصی که در روزت هست، به خاطر او هست و روزت کاملا پاک صاف سوچه به الله تعالی. چرا وقت نماز میخوانی بعد از نماز میگه استغفر الله؟ پیامبر گفته سه مرتبه بعد بگو استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. تو نماز خواندی ولی اینجا استغفار، گناه که نکرده که بگی استغفر الله، نماز خواندی، ولی این استغفار هدف ایست که یا الله این طاعت ناقص من را، این عبادت ناقص من از من بپذیر، من معذرت میخوام که چنین عبادتی کردم. اینجا هم تو ایرن برای فقرا کمک میکنی، یا الله این صدقه را به نام تو دادم به خاطر این عبادت، این عبادت از من بپذیر. چرا؟ اگر الله نپذیره که بنای خانه کعبه هم باشه نمیپذیره. چرا ابراهیم علیه السلام که خانه کعبه رو دیوار کرد با اسماعیل، کدام کار به اصطلاح اشتباهی نبوده؟ وقتی که دیوار تکمیل میکنه و یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وقتی خانه کعبه رو بنا میکنه میگه پروردگار از ما بپذیر، قبول بکن. یعنی الله اگر تو قبول نکنی که این بنا رو پیامبرم کرده باشه، بهترین بنا خانه کعبه هم باشه، دیگه چی کسی قبول میکنه از الله؟ اینجا عین قضیه است. حکمتی که در صدقه فطر است عزیزان من همیست. بولا از حکمی صدقه فطر فقها میگن واجبه، ادهی میگن سنت. یعنی به هر حال انجام دادن اون لازمی و ضروری است، چیز تأکید شده است در دین، پذیرفته شده است. و یک نکته دیگه میمانه که برای چی کسی صدقه فطر لازم میشه، یعنی چی کسایی باید بپردازه این صدقه را. یک کسی که
قدرت پرداختش داشته باشه. این قدرت پرداخت بیمانی همون قدر ثروت داشته باشه که به نصاب برسه، یعنی ضروریات خانهش داشته باشه، خرج مصرف زندگیش داشته باشه، یک مبلغ 20,000 افغانی هم اضافه داشته باشه، برای آدم صدقه فطر لازمی ضروری است که باید بپردازه. و اصل سنت است که به اصطلاح هر کسی اگر صدقه فطرش بپردازه کار خوب است، اما اگر یک نفر مسئول خانواده مثلا مادر پدر از جای همه خانواده میپردازه، این قابل قبوله. یا یک نفر پیدا میشه میگه که من صدقه فطر تمام خواهران برادران تمام کسایی که جزء فامیلیم است، همه صدقه فطر شما رو من میپردازم، هم از گردن اونها ادا میشه، هم این آدم به اجر و پاداش بیشتر میرسه. اینم کار بسیار پسندیده و کار خوب است. وقت پرداختی صدقه گفتیم در جریان ماه رمضان هم اگر به پردازی درست، اما بهتر افضلتر احسنتر است که شما رمضان رو به ختم رسیده، یک روز به عید مونده یا همون شب عید تا صبح قبل از نماز عید رفتن به نماز عید ایره بپردازید. گفتیم حکمتش پاک شدن روزه و در ضمنش هم برای فقرا و مساکین یک کمک است، برای فقر زدایی از جامعه، برای زدودن فقر از جامعه، برچیدن بساط فقر از جامعه، یک کمک و همکاری است برای او فقرا و مساکینی که در عید نه لباس تهیه کردن برای خود، نه شیرینی تهیه کردن برای خود، نه قضایی دارن برای استفاده کردن در روز عید، برای اونها هم کمک میشه. به همون لحاظ است که احسن تر و بهتر است که قبل از نماز عید پرداخت بشه تا فقرا بتوانن برای خود قضا تهیه کنن، شیرینی تهیه کنن، سر و لباس برای خود به فرزندان خود تهیه کنن. و چی خوب است او عزیزان ما که قدرت و مالی دارن بیشتر بپردازن. هر چی آدم میگن پول بده همون اندازه حلوا میخوری، یا در هتل هر چی پول بدی همون اندازه غذا میخوری. هر چی بیشتر برای فقرا کمک بشه، هم از یک طرف ماه رمضان است، از یک طرف صدقه فطر است، از یک طرف مشکل اونها رفع میشه، چقدر اجر و پاداشی بسیار زیادی داره برای برادران و خواهران بسیار عزیز ما. امیدوارم الله سبحانه و تعالی از همه ما و شما قبول بگردانه طاعات و عبادات و بندگی ما و شما را در این ماه پر از فیض و برکت و رحم و شفقت و عطوفت و مهربانی. برادر کوچکتان هم از دعای خیرتان در اوقاتی که دعا در او قبول میشه، در وقت سحری، در وقت افطار، در وقت اوج گرسنگی و تشنگی فراموش نکنید. در حق ما هم دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی ایمان کامل نصیب بکنه، به یک خاتمه بخیر، به یک خاتمه خوب و از دنیا با یک دستاورد بزرگ برای این پیش آگاه.